میره. به نظر میرسه که یک تصویر روشنتری داریم از اهداف احتمالی اسرائیل، فقط تنها موضوع باقی مانده الان زمانه. دقیقا همینطور، تنها موضوع باقی مانده زمانه که گفته میشه هنوز راجع به اون تصمیمی نگرفتن. روز گذشته واشنگتن پست و بعد از اون وال استریت ژورنال گزارش هایی رو منتشر کردند به نقل از منابع آگاه آمریکایی. با این همه گزارشی رو نیویورک تایمز هم منتشر کرده بود که خبرنگارانش در اسرائیل به نقل از منابع آمریکایی این رو گزارش میکردند که اونطور که نتانیاهو به آقای بایدن اطمینان خاطر داده، گفته که تأسیسات هسته‌ای و صنایع نفتی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار نخواهند داد و به سراغ تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی خواهند رفت. این یک اطمینان خاطریه که به نظر میرسه آقای نتانیاهو به آقای بایدن داده. با این همه بعد از چند ساعت که این گزارش منتشر شد به دفتر نخست وزیر اسرائیل نامه‌ای رو زده بودند. برخی از این روزنامه‌نگاران از او توضیح خواسته بودند که آیا تایید می‌کنه نمی‌کنه. آقای نتانیاهو در واقع دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته بود که در رابطه با این مسائل با ایالات متحده مشورت می کنند، اما در نهایت بر اساس منافع ملی اسرائیل تصمیم گیری خواهند کرد. فرداد، این خبر داره در حالی منتشر میشه که امروز سه‌شنبه قیمت نفت برنت، نفت خام برنت 74 دلار بشکه بوده. یعنی بلافاصله بعد از انتشار این خبر که به تأسیسات نفتی اسرائیل حمله نخواهد کرد، تأثیرش رو ما داریم در بازار نفت می‌بینیم و از امروز ما دقیقاً 3 هفته داریم تا انتخابات ریاست جمهوری. یعنی بلافاصله انتشار چنین خبری روی بازار نفت داره تأثیر میگذاره و ممکنه که به شکل مستقیم هم تأثیر بگذاره بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری. این مسئله در 1-2 هفته گذشته بسیار مطرح شده بود که شکل حمله نتانیاهو به جمهوری اسلامی میتونه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده رو تغییر بده، منجر به افزایش قیمت بنزین، بیشتر شدن نارضایتی از کارزار دموکرات ها بشه و شانس خانم هریس رو برای پیروز شدن کمتر بکنه، که حالا داریم میبینیم چنین خبری داره منتشر میشه. روز دوشنبه خبری آمد در رابطه با ارسال سامانه موشکی تاد و سه‌شنبه هم سخنگوی پنتاگون آقای رایدر آمد بیانیه رو در این رابطه منتشر کرد و گفت که از روز دوشنبه تعدادی از نیروهای نظامی ایالات متحده و بخشهایی از قطعات مورد نیاز برای سامانه موشکی تاد رو به اسرائیل فرستادن و در روزهای آینده هم تعداد نفرات بیشتر و قطعات بیشتری رو خواهند فرستاد. 100 نیرو رو ایالات متحده اعلام کرده که به اسرائیل خواهد فرستاد و آقای رایدر گفته که در آینده نزدیک سامانه موشکی تاد وارد مرحله عملیاتی خواهد شد و بنا به مسائل امنیتی تاریخ دقیقش رو روشن نکرده. حالا برخی از رسانه‌ها هستند که دارن از این صحبت می‌کنن که آقای نتانیاهو چون به آقای بایدن گفته که تأسیسات نفتی و هسته‌ای رو نمیزنه، آقای بایدن هم به عنوان یک مشوق یا حالا قدردانی سامانه تاد رو در اختیار اسرائیل قرار داده. این صحبت هم داره مطرح میشه و در این حال از این هم داره صحبت میشه. فاینانشال تایمز این گزارش رو منتشر کرده بود که زرادخانه موشک‌های اسرائیل، موشک‌های دفاعی، اونهایی که برای پدافند هوایی ازش استفاده میکنه، کاهش چشمگیر پیدا کرده. در این یک سال گذشته از 8 اکتبر تا الان بیش از 20,000 راکت تنها از سمت حماس و حزب الله لبنان به سمت اسرائیل شلیک شده و اسرائیل برای دفاع از خودش میزان بسیار زیادی از این موشک‌ها رو استفاده کرده و شاید یکی از دلایل ارسال سامانه موشکی تاد هم همین کاهش در زرادخانه موشکی اسرائیل باشه. ممنونم از تو سمیرا قره، خبرنگار ما در وزارت خارجه آمریکا.